پیام تازه محمد اشرف غنی به سیاسیون کسی که در صف جمهوریت نمیستن در دولت جای ندارد اما سوال اینجاست که جمهوریت به چی معناست با سلام و وقت و خیر به سنترال افغانستان خوش آمدین امروز 18 آپریل 2021 و 29 حمل 1400 هجری شمسی است محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جلسه ششونم امروز اعلام کرده است که هر کسی که در صف جمهوریت نمی پس از این در دولت جایی ندارد غنی صف مقابل جمهوریت را صف دشمن خوانده است در این نشست محمد اشرف غنی گفته است که انتخاب به دست پاکستان است که با افغانستان دوست باشد یا دشمن غنی صبح امروز یکشنبه 29 حمل جلسه ششونیم را که پیش از این بر ریاست امرالله ساله معاون اول برگزار می شد در ارگ ریاست جمهوری ریاست کرد غنی در نشست به 16 تن از منصوبان امنیتی مدال دولتی نیز اعطا کرده است آقای غنی در جلسه شش صبح تاکید کرده است که با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای اولین بار در تاریخ معاصر کشور فرصت مهمی فراهم شده است و گفته ای او از سالها به این سو برای روزی که نیروهای خارجی از کشور خارج شوند آمادگی کامل گرفته است و برای خروج آنها دولت برنامه همه جانبه دارد رئیس جمهور غنی افزود است که برای دفاع و حفاظت از خاک کشور آمادگی کامل دارد و وقت این رسیده است که حاکمیت ملی به صورت کامل عملی شود و افغانستان به طرفی خود را ثابت کند آقای غنی در نشست صف مقابل جمهوریت را دشمن خوانده و گفته است که آنهایی که در صف جمهوریت نمیستند پس از این در دولت برایشان جایی نیست منظور آقای غنی در اینجا منتقدان حکومتش و به خصوص سیاستمدارانی هست که با حلقه خاص محمد اشرف غنی طرف شدند و با آنان هم نظر نیستند سیاست مداران و افرادی که در بسیاری موردها کارنامه بد او و تمش را به باد انتقاد گرفتند رئیس جمهوری کشور محمد اشرف غنی مشروعیت جنگ طالبان را نیز سوال برده و گفته است که این جنگ از نظر اجماع عالمان دین جهان اسلام نیز ناروا است اما خوب است که آقای غنی و دار دستهشان چند سوال را نیز جواب بدهد آیا ارگریات جمهوری مال شخصی آنان هست؟ آیا بیت المال مال شخصی آنان هست؟ آیا جمهوریت به معنای ماندن آقای غنی در قدرت است؟ آیا جمهوریت به او و چند نفر اطرافش خلاصه می شود؟ اگر چنین باشد، قطعا اکثر مردم افغانستان جمهوریت را نمی خواهند. شما مخاطبان عزیز چه فکر می کنید؟ واقعا حکومت فعلی و تعریف فعلی آقای غنی از جمهوریت درست است یا نه؟ واقعا حکومت فعلی جمهوریت هست؟ یا نه دیدگاه هایتان را میتونید از طریق کومنت با ما شریک سازید تا درود دیگر بدرود